در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش می شود، عکس ها سند هایی هستند که با ثبت یک لحظه راوی تاریخ می شوند. لحظه کوتاه که در قاب کوچک عکاس ها ثبت می شود. دو سال قبل افغانستان به یک بارگی دچار فروپاشی نظام شد. در طی این دو سال تعداد زیادی از عکاسان بودند که لحظه به لحظه تاریخ را ثبت کردند. بعضی ها سراغ فرهنگ رفتند و بعضی ها سراغ سوژه هایی از جنگ و نارامی کشور. در نهایت انسان هایی در دوردست ها و در کشورهای دیگر هستند که توسط دیدن همین تصاویر تصمیم می گیرند که آیا افغانستان کشوری جنگ زده و نارام است، آیا مردم افغانستان ناراضی هستند و آیا خوشحال. و یک عکس می تواند ذهنیت مردمی که در کشورهای مختلف هستند را نسبت به افغانستان عوض کند. یکی از دستاوردهای عکاسی در جامعه‌ای که ما هستیم و در جهانی که ما هستیم همین بوده. عکاسی یک هنری هست که همه عکاسان میتونه در یک لحظه خاص، یک مکانی خاص، یک رویداد را ثبت بکنه و این ماندگار بمانه برای نسل‌های دیگر تا اونا خودشان با ذهن خودشان و با افکار خودشان تفسیر بکنه و ببینه فرهنگ یک جامعه را، عنعنات یک جامعه را و خودشان پیش خود قضاوت بکنه. در کشور عزیز ما افغانستان ما بدبختی های زیادی در گذشته هم داشتیم که عکاسانی قبلا بودن ثبت کرده و ما که ثبت میکنیم، از خوبی های کشور، از بدی های کشور، از سرسبزی های کشور، از عنعنات و فرهنگ های کشور ما تصویرهایی را ثبت میکنیم تا بماند بر کسایی که در کشورهای دیگه هستند اونا ببینه و بر نسل های دیگه باقی بمانه. یک هنر عکاسی هست که لحظات خاص را ثبت میکنه و به یادگار میذاره. آنقدر قدرتمند است که میتواند خشم، زیبایی، ظلم، امید و اندوه نهفته در درون خود را به چشم هایی که نظارگر آن هستند منتقل کنند. این روند خودش یک روند خیلی طولانی بوده و از اهمیت بالایی هم برخوردار هست. شما اگر دقت بکنین اولین عکاسی که صورت گرفته در جنگی بوده که در کریمیه رخ داده، یعنی تاریخ نویسان نشان میدن و عکسایی که وجود داره نشان حاکی از این هست که اولین عکاسی که به صورت رسمی و به صورت مسلکی انجام شده از جنگی بوده که در کریمیه رخ داده و عکاسان از رفتن و از او جنگ ها فیلم این در واقع عکاسی کردن که عکسای از او برای فلان وجود داره. این ثبت تاریخ شده و همچنین از جنگ های داخلی آمریکا و سایر جنگ هایی که بوده و از معاهداتی که صورت گرفته، مثلا وینستون چرچیل مثلا در قسمت قراردادهایی که برای جنگ جهانی دوم داشتن، پیمان هایی که امضا شده و هزاران مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی دیگر. البته اگر در مورد اهمیت عکاسی بخوایم بگیم، عکاسی جنبه های خیلی زیادی دارد. بعضی وقتا عکس سیاسی میخوایم بگیریم از یک رئیس جمهور یا از پارلمان یا از بعضی جاهای دیگه که در سیاست ربط داره و بخش خبری میشه. بعضی وقتا از مشکلات جامعه تصویر میگیریم و میخوایم که مشکل یک جامعه را به تصویر بکشیم و ببینیم بعدا انسان هایی که در دیگه کشورها هستن یا سالها بعد انسان ها ببینن که پدران ما در فلان سال در فلان مکان شیوه زندگی اونایی قسم بوده و هیچ کس نتونه تاریخ دستکاری بکنه. عکسی میتونه ماندگار باشه بین مردم که او پیام داشته باشه. عکاسی بدون پیام هیچ وقت ماندگار نیست و ماندگار نخواهد بود. اما یک عکس اگر پیام خاص و پیام قوی داشته باشه میتونه دنیا را تکان بده. اثر عکاسی در روی اجتماع و فرهنگی است که یک شخصی که اصلا در یک منطقه کوچک زندگی میکنه، اصلا از منطقه کوچک خود نتونسته بیرون بره، ولی اینا با فرهنگ ها، طرز لباس پوشیدن، از عنعنات یک کشورهای دیگه با خبر میشه. و چطور با خبر میشه؟ توسط همی عکاسی، توسط همی رسانه ها هستند که اینا با ویدیوها و تصاویرهایی که از یک منطقه میبینه، اینا با عنعنات اونها، به طرز لباس پوشیدن اونها، با رفتار اونها، با
پیشرفت ها و صلح و با سرسبزی های کشورهای دیگه اینها آشنا میشه و اگر بخواه یک عکاس فرهنگ کشور خودش را به نمایش بگذاره، اینها میره از جاهای مختلف فرهنگ های خود را به تصویر میکشه و به یک هنرهای زیبایی برای کشورهای دیگه به نمایش میگذاره که فرهنگ خودش است. عکاس کسی هست که با هنر زیبایش، با دید زیبایش میتونه لحظات ناب را شکار بکنه. حالا این لحظات میتونه مربوط به سیاست شوه، این لحظات میتونه مربوط به اقتصاد باشه، میتونه مربوط به فرهنگ یک جامعه باشه، نوع پوشش، لباس، گویش، و میتونه هم منحصر شوه به مشکلات و پرابلم هایی که یک مردم خاصی را در یک نقطه خاص از دنیا دوچار ساخته. مثلا شما دقت بکنید در افغانستان چیزی در حدود 2 سال پیش نظام سیاسی فرو پاشید و نظام سیاسی دیگری روی کار آمد. در این جریان عکاسای زیادی بودند که از وجه‌های متعدد، از با دیدهای متعدد، با زاویه‌های دید متعددی آمدند به قضایای افغانستان دقت کردند و عکس‌های زیبایی را هم به جهان ارسال کردند. جهانیان دیدند و اونها تجربه کردند که در داخل افغانستان، احساس کردند که در داخل افغانستان چی اتفاقی داره میفته. از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی چه مشکلاتی وجود داره؟ راه‌های بیرون رفت چی هست؟ مردم چقدر با دچار مشکلات اقتصادی شدن؟ مردم چقدر با مشکل گرسنگی دچار هستن؟ همه اینها میتونیم بگیم که به نحوی عکاسان و هنرمندان و ژورنالیستان ما با او ارتباط مستقیم داشتن. هنر عکاسی تاثیرش بالای ابعاد مختلف در جامعه است، چه از لحاظ فرهنگی باشه، چه از لحاظ اجتماعی باشه، چه از لحاظ سیاسی باشه. چون تمام کشورها ضرورت به این دارن که از گذشته ها یک خاطره و یک سند داشته باشن. مثلا ما شما مقایسه کنیم افغانستان که ما از دوران بسیار قدیمی گذشته عکس هایی که داریم حال امروز میبینیم که به اون شکل شاید او منطقه و او جایی که از او تصویر گرفته شده نباشه، یک تغییرات و یک نوع دیگه به او یک تغییراتی آمده. مثلا دیگر ساختمان هایی که در سالهای تقریبا 100 سال پیش بوده در افغانستان حالا به یک نوع دیگه است، ولی این آثار ما میتونیم که از طریق هنر عکاسی تصویرش رو ببینیم و از گذشته ها با ما یادگار مانده که یک ضرورت حتمی است که در یک کشور این هنر باید حفظ شود و سرش مصرف شود تا این زنده باشه. و دیگه چون عکاسی که از خود عکس یک ضرورت برای بشر، یک ضرورت حتمی شده. به طور مثال مثلا ما و شما در خود کشور ما که ببینیم یک مثلا مسائل حقوقی اگر باشه در قسمت قبولاجات، در قسمت تذکره، تابعیت، در قسمت پاسپورت، در هر مسائل این عکس ضرورت است، به خاطر که عکس است که ما را میشناسانه، هویت ما را معرفی میکنه برای شخص متقاضی. دیگه به اون لحاظ یک نیاز مبرم برای تمام جوامع بشری است. دیگه ما از طریق عکاسی هم میتونیم که همون مسائل فرهنگی خود به نمایش بگذاریم و مقایسه کنیم با کشورهای دیگه که با تصاویری که مثلا ما داریم نشر میکنیم و از دیگه جایی ها که مثلا ما ضرورت داریم که ببینیم، از طریق این تصاویر ما معلومات خود میتونیم از اونجا بگیریم. عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر. عکاسی دارای 3 جنبه علمی، صنعتی و هنری است. به عنوان یک پدیده علمی متولد شد، به شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان یک هنر ثبت شد. عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده است، بلکه نتیجه تلاش بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف و اکتشافات و نوآوری‌های آنان در طول تاریخ بوده است. در قسمت عکاسی باید بگیم که عکاسی یک هنر هست که ما نمیتونیم بگیم که عکاسی را یک شخص خاصی ابداع کرده
و تکامل رسانده و امروز ما از او سیستم استفاده میکنیم یا از او دستاوردهای از او استفاده میکنیم. بله اینطوری نیست. به خاطر چی که به خاطر اینکه عکاسی یک هنر هست و در مدت همین 200 سالی که ایجاد شده قاعده ها و قانون هایی را کسایی که تجربه کردن، کسایی که کار کردن، اینها ابداع کردن، گفتن که این زاویه خوبتر هست، این زاویه اینطوری هست، این زاویه اینطوری هست، این مثلا خطوط تصویر باید اینطوری باشه. و پس میتونیم بگیم که عکاسی نتیجه دستاورد همگانی هست، همه کسایی که عکاسی کردن و مرور زمان ایره به دست ما سپردن. قدیمی ترین عکس ثبت شده در تاریخ عکاسی تصویری است که نیسفور نیپس، اشرافزاده فرانسوی، در سال 1826 میلادی با فرایندی که خود آن را هیلوگرافی نامید از چشمانداز پنجره اتاقش گرفت. چند سال بعد یک فرانسوی دیگر به نام لوی داگر در سال 1837 میلادی به فناوری دست یافت که تصویری مثبت، مستقیم و پایدار بر صفحه نقره اندود ثبت می‌کرد. او فناوری خود را داگرتیب نامید که در تاریخ عکاسی به عنوان نخستین شیوه عملی ثبت تصویر شناخته می‌شود. در اوایل قرن 18 آقای لوی داگر اولین کمره عکاسی را ساخت و توانست با او کمره یک عکس بگیره و او عکسش ماندگار شده و هنوز هم که هنوز است بعد از 200 سال، تقریبا 200 سال ما میتونیم او عکسش را پیدا بکنیم و مشاهده کنیم. این فرایند اصلاحات و تغییراتی کرد تا اینکه در جنوری سال 1839 آکادمی علوم فرانسه داگرتیپ را به عنوان یک اختراع فنی به ثبت رساند. ولی چند ماه بعد دولت فرانسه که به اهمیت این اختراع پی برده بود با تخصیص مقرری ماهانه برای داگر و شریکش که فرزند نیپس بود از آن خواست که در یک گردهمایی در پاریس در 19 آگوست سال 1839 جزئیات فنی داگرتیپ و چگونگی کار کرده این فرایند را برای عموم شرح دهند. دولت وقت فرانسه در آن روز اختراع جدید یعنی عکاسی را به عنوان هدیه ای رایگان به تمام جهان اعلام نمود و این نخستین رونمایی عکاسی برای عموم مردم بود، یعنی نقطه آغاز رشد این فن و هنر در جهان. با ثبت کردن تاریخ توسط عکس دیگه کسی نمیتونه برای ما دروغ بگه. یکی از مهمترین بخش های عکاسی وقتی که ما یک تصویر از یک زمان و یک مکان در یک جای از دنیا ثبت میکنیم میتونیم او را برای کشورهای مختلف بفرستیم و در صفحات اجتماعی بذاریم تا مردم ببینن و در مورد او عکس نظر بدن. اما عکس و عکاسی تا این قدر گپ به اندازه این قدر گپ خلاصه نمیشه، نمیتونیم خلاصه بکنیم و محدود بکنیم عکاسی رو به این چند کلمه. عکاسی بخش های مهم میداره، عکاسی سیاسی داریم، عکاسی اجتماعی داریم، عکاسانی داریم که از مواقع مختلف در جاهای مختلف از دنیا عکس گرفتن و عکس های اونها ماندگار شدن. پیشنهاد نامگذاری 19 آگوست به عنوان روز جهانی عکاسی نخستین بار توسط انجمنهای عکاسی در آمریکا اعلام شد، ولی شورای عکاسی بین المللی هند در سال 1991 نخستین نهادی بود که این روز را رسما به عنوان روز جهانی عکاسی جشن گرفت و از آن هنگام تا امروز هر سال کشورهای بیشتری این تاریخ را به عنوان روز جهانی عکاسی در تقویم های خود گنجانده اند. خب فکر می کنم که اول در این راستا پیش قدم ایالات متحده امریکا بوده که اونا خواستن می توانید یک انجمن را ایجاد کنن و تجلیل از این روز را اندازی کنن دیگه، که بعدا فکر می کنم به پیشنهاد کشور هندوستان این موضوع جدی تر گرفته شده و اونا گفتن که یک تاریخ را تعیین می کنیم که هر سال باید یک روز مشخص از این هنر عکاسی ما گرامی داشت و تجلیل به عمل بیاریم، که بعدا سایر کشورها همچنان سهم خود در این راستا داشتن که حالا فکر میکنم که در سطح جهان از این روز به می تاریخ 28 اسد از هنر عکاسی گرامی داشت و تجلیل به عمل میه. هر سال این رویداد نسبت به سال گذشته در گستره بزرگتری برگزار شده است.
در روز جهانی عکاسی برنامه‌های مانند سخنرانی، گرد همایی، جلسات نقد و بررسی آثار عکاسی و رویدادهای رقابتی و غیر رقابتی زیادی در سراسر جهان از سوی انجمنها، گالری‌ها، شوراها، نهادها و وبسایت‌های مرتبط با عکاسی برگزار می‌شود. اما متاسفانه به دلیل نبود یک نهاد واحد بین المللی همگیر برای هماهنگ نمودن امور، قوانین و رویدادهای مرتبط با عکاسی در جهان، نامگذاری 19 آگوست با عنوان روز جهانی عکاسی برای بسیاری از عکاسان در کشورهای مختلف ناشناخته مانده است. عکاسی یکی از مهمترین اختراعات بشر در قرن 19 بوده است. از آن هنگام که لویی داگر در پاریس فرایند خود را علنی نمود تا امروز عکاسی راه درازی آمده است. تغییرات زیادی به خود دیده و روز به روز بر ضریب نفوذش در میان مردم و جوامع افزوده شده است.